بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سیزده همین قسمت سلسله برنامه های گلبرگ های مباهله تفسیر بلند سوره انسانند آیات تکان دهنده قرآنند تنها نه بزرگ آل نجران دنیا فهمید که اهل بیت او ایمانند با عرض سلام به محضر مقدس رسول خدا و ائمه خدا که تمامت ایمان ما هستند سیزدهمین قسمت از سلسله گفتارهای گلبرگهای مباهله را با معرفی کتابی دیگر در باب مباهله انجام میدیم کتاب خورشید مدار 66 درجه روایتی دیگر گونه از مباهله نوشته ای آقای محمود رضای فرقانی انتشارات نازگل سال 1395 منتشر شده و یک داستان بلند در باب مباهله که 135 صفحه دارد خب یک داستان بلند با رعایت تمام اون ویژگی ها و فراز و فرود های داستانی که در او از سختی ها و دشواری های بیان استدلالی خبری نیست شما در اینجا با یه داستان طرفید با کشش و جاذبه فوق العاده که بی اغراق به شما بگویم که وقتی دست گرفتید نمیتوانید زمین بگذارید و تا تمامش نکنید این رو زمین نمیذارید و اگر محدودیت صفحات نبود من محدودیت ببخشید زمان من نبود من قسمت های ای از این کتاب میخوندم فقط به جهت اینکه زیبایی داستانی کتاب رو ببینید اما چون زمان من محدوده فقط قطعاتی از اول و از وسط های کتاب و از آخر کتاب میخوانم از اول کتاب یه چند سطری بخوانم آغازین شفقهای نیلگون سهرگاهان پاورچین پاورچین در کار پاشیدن بر بوم قیرگون شهر نجران بود نسیم روحفزای صبح بهاری نرم نرمک های پیرامون شهر را در آغوش می کشید و روز پرخروشی را نوید می داد. دیرگاهی بود شهر نجران آبستن دگرگونی های شگرف گردیده و آرامش سالیان دراز خیش را چون مادری پا به ماه که دلاشو به زایش آخرین کودک خیش باشد پشت سر وانهاده بود و حیرت زده دردی را درون خیش می گویی افکار نو بالهای خیالانگیز آگاهی و رهایی را بر هر بامسرا و هر کوی و برزنی گشوده باشد کتاب از اینجا شروع میشه از اینجا که شروع میشه دیگه مرتب اون وقایعی که در باب مباهله اتفاق افتاده و از رسیدن نامه رسول خدا به مسیحیان و اینا به قشنگ مفصل و در عین حال که مستنده در این حال بدون اینکه که اون زیبایی داستانی رو و اون جاذبه و کشش داستانی رو از دست بده ارز میکنم که اومده به هر صورت مثلا میاد اینجا یه قسمت از این وسط ها صبحگاهان کاروان قیصر روم با دلهره و استراب فراوان به دروازه شهر رسید سکون سهمگینی شهر نجران را فرا گرفته و به سان شهر ارواح در سکوت مطلق فرو رفته بود گویی گرد نیستی و مرگ بر فضای شهر پاشیده باشند در این میان سید به تنهایی که یکی از همین سران مسیحیا بوده به تنهایی به پیشواز جهیر به دروازه شهر رفت از این رو جهیر سخت براش و با خود گفت این بیشرمانه ترین است که بنی در حق فرستاده قیصر روم روا میدارن باید در وقت مناسب پاسخی شایسته به این رفتار ناپسند آنان داده شود اینقدر داستان زیبا و جذابه که به قشنگی و زیبایی شما را میبرد یعنی خواننده رو میبره در فضای همون وقت و همون داستان به گونه ای نوشته شده که اگر کسی اهلش باشه که از این داستان یه فیلم نامه بتونه تهیه بکنه یعنی تبدیل بکنه این داستان رو به فیلم نامه به قشنگی میتوان یک فیلم برای مباهله ساخت و این چیزی است که ما به شدت بهش نیاز داریم ما برای بازسازی وقایع گذشته تاریخی جدا نیاز داریم به این پرداخت ها و بیان های هنری آخرین جملات کتاب رو هم بخونم و دیگه شما را رها کنم با شیرینی و زیبایی و کشش قلم سحار این کتاب که خودتون بهره ببرید ازش آسمان پر ستاره ای که یک قمر و دوازده ستاره در آن می درخشیدن و هر کدامشان هزاران سیاره را در مدار خود جای داده بودند و قمری که روشناییش در سراسر آسمان پرتو می و از دامن جویبارش آفرینش سرچشمه می گرفت و در پهنه گیتی نشانه های آشکار قدرت و مهربانی در آن نمایان بود این آخرین سطرهای کتاب خورشید مدار 66 درجه است که در قالب یک داستان بلند ماجرای مباهله رو به تصویر کشیده پیشنهاد من اینه که دوستان از مطالعه این کتاب غفلت نکنند و از فواید کتاب استفاده کنند و با خوندن این کتاب خودشون رو در فضای مباهله ببرند